پاتوفیزیولوژی MRT بلاد سال 164. What is the normal red blood cell count in 1 liter of the blood؟ چند تا red blood cell داریم؟ 4 تا 5 ترا پر لیتر. ترا یعنی 10 به توانه؟ 9. What is the normal value of the blood hemoglobin concentration؟ هموگلوبین concentration نرمال خون چنده؟ 140 تا 160 گرم پر لیتر. To what factor may the high plasticity of RBC membrane be attributed؟ با چه فاکتوری فوسفولیپید ممبرین is supported by a storing but flexible protein network؟ نه تنها فوسفولیپید ممبرین بلکه flexible protein network. Which hormone or hormones are or is the primary regulator of RBC production؟ مینیمم یه دونه. کدوم هورمون رگولیتور آر بی سی پروداکشن؟ این سوال من بود. خب یعنی به همین راحتی، اریتروپویتین، آندروژن ها و گلوکوکورتیکوئید ها. گلوکوکورتیکوئید، آندروژن و اریتروپویتین، اینا چی هن رگولیتور آر بی سی پروداکشن؟ پلیز لیست ده تیری موست ایمپورتنت اسپیشیال استرکچر کامپوننت آف ده آر بی سی. سه تا ایمپورتنت اسپیشیال استرکچر رد بلاد سل بگو. اولین important structure componentش membraneش، بعد enzyme هاش مثل enzyme system of the glycolysis and the direct glucose oxidation plus enzyme of the 2 و 3 diphosphoglycerate production. پس enzyme هاش مثل کدوم enzyme؟ کل enzyme glycolysis و اون enzyme هایی که باعث direct glucose oxidation میشن و 2 و 3 diphosphoglycerate و هموگلوبین کامپارتمنت مهمه بعدیشه. انزایم ممبرین هموگلوبین. لیست بکن هر سه تاشو و توضیح بده لغت به لغت، کلمه به کلمه. Which factor shift the hemoglobin oxygen dissociation curve to right؟ چه چیزی باعث میشه که اکسیژن هموگلوبین دیسوسییشن کرو به شیفت بشه به رایت؟ 2 و 3 DPG، 2 و 3 دیسفوسفوگلیسرات، اینکریز این فشار CO2، اسیدوزیس، های تمپرچر، اسیدوزیس، اینکریز فشار CO2 شیفت میکنه به رایت. و چه مواردی شیفت میکنه به چپ؟ آلکالوزیس، لو تمپرچر. پس تو خط بالا رو حفظ کن، پایینی میشه برعکسش. 2 و 3 BPG، اینکریز فشار CO2، اسیدوزیس، های تمپرچر شیفت میکنه به رایت. بعد گفته What is the function of 2 و 3 دیسفوسفوگلیسرات؟ فانکشن 2 و 3 BPG چیه؟ بیسفوسفوگلیسرات یا دیسفوسفوگلیسرات نقشش چیه؟ It shift the hemoglobin oxygen dissociation curve to right. It shift the hemoglobin oxygen dissociation curve to right. Therefore it improve tissue oxygenation. در نتیجه بهبود میبخشد تیشو اکسیژنیشن ها. پس نشانه شیفت شدن به رایت improve tissue oxygenation. بعد گفته the deficiency of which factor leads most frequently to anemia. deficiency کدوم فاکتور ها منجر به آنمیا میشه؟ کدوم فاکتور ها؟ پروتئین، آیرون، اریتروپویتین، فولیک اسید، B12. گفته مینیمم 3 تاشو نام ببر. پروتئین، آیرون، اریتروپویتین، فولیک اسید، B12. To which morphological group does iron deficiency anemia belong؟ به کدوم morphological group iron deficiency anemia متعلقه؟ باید بگیم میکروسایتیک هایپوکرومیک. آیرون نباشه میشه میکروسایت، کوچولو میشه و بیرنگ، هایپوکروم. خب پس اینجا کدوم بود؟ آیرون دیفیشنسی. بعد گفته که تو ویچ مورفولوژیکال گروپ داز ده پرنیسیوس آنمیا بیلانگ. گفتیم تو پرنیسیوس آنمیا فقط تعداد کم شده، درسته؟ پس بقیه رد بلاد سلا مایکروسایتیک و هایپرکروم میشن. مایکروسایتیک، هایپرکروم، پررنگه.
پررنگ بزرگ میشن. پرنیسیوس آنمیا. Which inherited disease cause aplastic anemia most frequently? کدوم aplastic anemia inherited-ه؟ فانکونی آنمیا. پس لغت inherited و لغت aplastic. aplastic یعنی اصلا تولید نمیشه. فانکونی آنمیا. Which drug can lead to the damage of the bone marrow most frequently? کدوم داروها باعث دمیج به بون مرو میشن؟ انساید و سولفونامید. بگو انساید و سولفونامید. Please the compensatory mechanism of anemia. compensatory mechanism مکانیزم جبرانی برای کسی که آنمیا داره چیه؟ دو و سه دیفوسفوگلیسرال، هایپر داینامیک سرکولیشن، اینکریز کاردیاک آوتپوت. ببین اگه تو امارتی به جا کاردیاک آوتپوت بنویسی سی او قبول نمی کنه، اگه به جا دیفوسفوگلیسرال بنویسی دی پی جی قبول نمی کنه، باید اینشو بنویسی. دو و سه دیفوسفوگلیسرات، هایپر داینامیک سرکولیشن و اینکریز کاردیاک آوتپوت. پلیز لیست کامپنسیتری مکانیزم آف آنمیا. بعد گفته که پس این لغت های کامپنسیتری اینجا کلیدیه. Which typical circulatory failure will develop in anemic patient؟ چه تیپیکال سرکولیتوری فیلری اتفاق میفته در آنمیا؟ های کاردیاک آوتپوت فیلر. های کاردیاک آوتپوت فیلر. های کاردیاک آوتپوت اتفاق میفته دیگه. تا جبران بکنه. درسته؟ بعد گفته که What kind of abnormal red blood cell form can be seen in hepatic failure؟ چه abnormal red blood cell form هایی یا میتونی ببینی در hepatic failure؟ جواب spore cell. It's an acquired disorder of the red blood cell membrane. spore cell. گرفتی چو؟ در چی دیده میشه؟ در آنمی در abnormal red blood cell hepatic failure. abnormal cell در hepatic failure جوابش بشه چی؟ spore cell. It's an acquired disorder of red blood cell membrane. What is the most frequent enzyme defect in red blood cell? The most frequent enzyme defect در red blood cell and why does it lead to hemolytic anemia? و چرا منجر میشه به hemolytic anemia؟ اولا مهمترین آنزیمی که نقص پیدا میکنه در red blood cell بیشتر اوقات گلوکوز 6 فسفات دهیدروژنازه. گلوکوز 6 فسفات دهیدروژناز گلوکوز 6 فسفات رو میکنه به 6 فسفو گلوکون و لاکتون. دیو تو NADPH2 deficiency، وقتی حالا NADPH2 هم دیگه نیست، the antioxidant production of red blood cell impair. و چرا منجر به همولیتیک آنمیا میشه؟ چون antioxidant productionش از دست میده. گرفتید شد؟ پس این میشه انزایم دیفکت RBC که خیلی فریکونته و منجر به چی میشه؟ همولیتیک آنمیا. Which corpuscular یا همولیتیک آنمیا گروپ does the sickle anemia belong to؟ کدوم نوع همولیتیک آنمیا سیکل سل آنمیا بهش متعلقه؟ پاتولوژیکال هموگلوبین فرم. بگو پاتولوژیکال هموگلوبین فرم یعنی چی؟ یعنی شکل هموگلوبین از لحاظ پاتولوژیک تغییر کرده، داسی شکل شده. پس ببین خودش کلمه کورپوسکولار رو گفته، همولیتیکا گفته، سیکل سل رو گفته، فقط گفته چیش تغییر کرده. تو بگی پاتولوژیکال هموگلوبین فرم، شکل پاتولوژیک هموگلوبین تغییر کرده، داسی شکل شده. اینجوری شده. اوکی، شکل داس شده. What kind of pathological hemoglobin is characteristic for thalassemia A؟ چه نوع پاتولوژیک هموگلوبینی ویژگی تالاسمیای نوع A؟ HbH، the Hb oxygen dissociation curve is shifted to left. ما گفتیم که آلکالوزیز و سرما شیفت کنه به left، درسته؟ الان میگه تالاسمیا A هم با HbH shift to left. Shift to left. چی دارن؟ HbH. کیا؟ تالاسمیا نوع A. Why does hypersleepnia cause anemia? Hypersleepnia cause anemia.
During the longer transit time, reticuloendothelial cells of the spleen destroy more RBC from the circulation. در طول چی؟ ترانزینت تایم درازتر رتیکولو اندوتلیال سل ها در اسپلین در تحال دیستروی میکنن بیشتر آر بی سی رو از جریان سرکولیشن. این دلیل ها اینو دارم اشتباه میگم، هایپر اسپلینیا، یعنی اسپلین زیاد کار بکنه. هایپر اسپلینیا چرا باعث آنمیا میشه؟ به خاطر اینکه در طول ترانزینت تایم، در طول زمان، گذر زمان، رتیکولو اندوتلیال سل تحال خراب میکنه آر بی سی هایی که دارن جدید سرکولیشن واردش میشن، درسته؟ وقتی میشه هایپر اسپلینیا، هرچی بیشتر خراب کنه یعنی کارش بیشتره. کارش همینه دیگه، کارش از بین بردن. دقیقا. پس باید بگی during the longer transient time، یعنی در طول زمان، رتیکولو اندوتلیال سل های اسپلین destroy more آر بی سی، more آر بی سی وقت میشه هایپر اسپلینیا. قبوله؟ خوابم گرفته، نصف شبه. What kind of pathological condition will develop in case of an incompatible transfusion؟ چه نوع pathological condition develop میشه in case of incompatible transfusion؟ immunohemolysis and shock. اگه خون طرف incompatible باشه، ناسازگار باشه، ما ترانسفوز کنیم، اون وقت immunohemolytic and shock اتفاق میفته، یعنی واکنش ایمنی، همولایزیس، خون همولیز میشه خون طرف و شوک میده. Why will uremic patient develop severe anemia؟ چرا uremic patient ها آنمی تولید میکنن؟ به چهار دلیل. یک، اریتروپویتین دیفیشنسی. حالا uremic people یعنی چی؟ یعنی کسی که چیش زیاده؟ یوره آش زیاده؟ نه دیگه، یورسمیک، یوره آزیاده یا یوریک اسید؟ اسمش چی بود؟ این یورمیکه، یورمیک یوره آه، یوره آزیاده دیویلوب سویر آنمیا. چرا سویر آنمیا؟ قشنگ گفته چهار تا مورد نام ببر، چون اینا اریتروپویتین دیفیشنسی دارن. یورمیکس توکسین ساپرس دی اکتیویتی آف دی بون مرو. یورمیکس توکسین تشکیل میدن که یورمیکس توکسین ساپرس میکنه اکتیویتی بون مرو رو، وقت دچار آنمی میشن. گفته یورمیک توکسین شورتن دی لایف اسپن آف آر بی سی، همچنین میاد طول عمر آر بی سی ها رو هم کم میکنه. آیرون و پروتئین دیفیشنسی هم میاره. پس یورمیک باعث چی میشه؟ اریتروپویتین دیفیشنسی، suppress the activity of bone marrow by uremic toxin, shorten the life span of red blood cell by uremic toxin and iron and protein deficiency. قبوله؟ خیلی جالب شده، مهمه ها، مهم و سخت. What kind of anemia will develop predominantly in case of chronic inflammation؟ اگر کسی chronic inflammation داره چه نوع آنمیایی develop میشه؟ میگه iron deficiency anemia and to a lesser degree aplastic anemia. اول آنمی از نوع iron deficiency و بعد در درجه خفیفتر aplastic anemia in case of chronic inflammation. What is the erythropoietin level like in polycythemia vera؟ میزان اریتروپویتین در پلیسایتمیا ورا چجوریه؟ کمه، چون وقتی پلیسایتمیا ورا یعنی گلوله قرمز به حد کافی هست، واسه چی باید اریتروپویتین زیاد بشه؟ What is the tissue oxygen supply like in پلیسایتمیا ورا؟ درسته که یه عالم گلوله قرمز هست، ولی tissue oxygen supply impaired. یادته؟ اینا رو تو درس ها لکچر ها گفت. What are the possible treatment method for of polycythemia vera؟ درمان polycythemia vera با چیه؟ Frequent phlebotomy یا bloodletting، یعنی دونیت کردن خون، اهدای خون. Phlebotomy میشه حجامت یا اهدای خون. و cytostatic دراکا، و دراکای cytostatic. پس cytostatic دراک، phlebotomy همه باعث چی میشن؟ درمان polycythemia vera. Why does polyglobulia develop in Cushing disease؟ چرا در کوشینگ دیزیز پولیگلوبولیا دیولوب میشه؟ گفته androgens produced by the hypertrophic adrenal cortex stimulate erythropoietin production. هورمونای آندروژن توسط چی؟
هایپرتروفیک آدرنال کورتکس استیمولیت میکنن اریتروپویتین پروداکشن ها تحریک میکنن تولید چیو اریتروپویتینو آندروژن پرودیوست بای ده هایپرتروفیک آدرنال کورتکس آندروژن تولید میکنه چون هایپرتروف شده اون وقت میاد اریتروپویتین ترشح میکنه اریتروپویتین که ترشح بشه گلوبول قرمز زیاد میشن وقت میشه پولی گلوبولیا پولی گلوبولیا رو در کوشینگ دیزیز بگو اینا آندروژن زیاد شد چون بعد هایپرتروفیک آدرنال کورتکس داد بعد تولید کرد استیمولیت کرد اریتروپویتین پروداکشن پولی گلوبولیا What kind of bleeding is characteristic for vascular hemorrhagic diathesis? چه مدل خون ریزی هایی از ویژگی های vascular hemorrhagic diathesis اسمال، پورپورا و پچیا اسمال میشد اکیموز درسته؟ اکیموزس چه نوع بلیدینگ های نشان دهنده vascular hemorrhagic diathesis اسمال، پورپورا و یا پچیا What kind of bleeding is characteristic for bleeding of for platelet associated hemorrhagic diathesis چه نوع خونریزی از ویژگی های خونریزی پلاکت هایی که اسوشیت شدن با هموراژیک دیاتزیس اسمال پورپورا و پچنیا و پچیا و مرتبه همون بلیدینگ ها از ویژگی های هم واسکولار هموراژیک دیاتزیزه و هم پلاتلت اسوشیتد هموراژیک دیاتزیز هر دو قبوله؟ What kind of bleeding is characteristic for coagulopathy چه نوع بلیدینگی از ویژگی های کوآگولوپاتیه؟ لارج بلیدینگ و هماتوما لارج بلیدینگ و هماتوما از نشانه های کوآگولوپاتیه که زیاد خون ریزی کنه و هماتوما تشکیل بشه Which parameter is impaired in intravascular in vascular purpura چه پارامتری نقص پیدا کرده در vascular purpura bleeding time and capillary resistance test بگو bleeding time and capillary resistance test Which parameter is impaired in platelet-associated hemorrhagic diathesis? چه پارامتری نقص دیده در platelet-associated hemorrhagic diathesis? Bleeding time. پس از ویژگی های platelet-associated hemorrhagic diathesis چی بود؟ اسمال، پورپورا و پچیاس. اوکی؟ حالا داره میگه که چه پارامتری نقص دیده bleeding time. چه پارامتری نقص دیده در کوآگولوپاتی کلاتینگ تایم What type of bleeding disorder hemorrhagic diathesis is caused by aspirin آسپرین چه نوع bleeding disorderی میده ترومبوستانیک پورپورا ترومبوستانیک پورپورا میده آسپرین bleeding disorder میده What type of bleeding disorder از hemorrhagic diathesis is caused by vitamin C چه دیزوردری به خاطر ویتامین سی واسکولار پورپورا واسکولار پورپورا What is the pathological background of the hemophilia نوع A فاکتور 8 deficiency Which parameter is abnormal in non-Willebrand disease bleeding and or clotting time در Willebrand disease داره میگه جفتش هم bleeding time و هم clotting time هر دو تحت تحول قرار میگیره List the three possible pathomechanism of the disseminated intravascular coagulopathy سه تا دلیل DIC را بگو میگی intrinsic pathway of coagulation extrinsic pathway of coagulation و activated of fibrinolysis پسوی داخلی پسوی خارجی و فیبرینولایزیز داخلی Please list the phase of DIC. سه تا فاز DIC بگو. Thrombotic phase, consumption, coagulopathy and fibrinolysis phase. Thrombotic phase بشه تا لخته ایجاد بکنه. Consumption coagulopathy یعنی تمام coagulopathy ها رو طی میکنه و آخر سر fibrinolytic phase. فاز چی؟ fibrinolytic. What is the ویکروتیریاد؟ ویکروتیریاد چیه؟ مثلثه بوده دوته؟ میگه ویکروتیریاد decrease blood flow vascular injury abnormality of the vessel wall abnormality blood composition increase coagulopathy
انترومبوفیلیا، کاهش جریان خون، واسکولار اینجری، ابنورمالیتی آف وسل وال، بعد ابنورمال بلاد کامپوزیشن، اینکریز کوگولوپاتی و ترموفیلیا. این میشه چی؟ ویرکوتیریات، یادت نره. پس چی؟ واسکولار اینجری، بلاد فلو و بلاد کامپوزیشن نقش دارن توش. What is the most frequent cause of increased coagulopathy؟ دلیل افزایش increased coagulopathy چیه؟ Leiden mutation of coagulation factor 5. بگو Leiden mutation of coagulation factor 5. Please list disease in which arterial thrombosis typically develop. لیست بکن بیماری هایی را که در اون arterial thrombosis typically develop. در چه بیماری های آرتریال ترومبوزیز امکان داره اتفاق بیفته؟ پولیسایتمیا ورا، اکیوت مایوکاردیال اینفارکشن و ایسکمیک استروک. سکته چی؟ ایسکمیک، AMI و پولیسایتمیا ورا. What is the most frequent complication of deep venous thrombosis؟ deep venous thrombosis frequent complicationش چیه؟ اگه در ونوس ها به سطح دیپ ترومبوز بشه، گفته جواب پولمیناری امبولیس، چون امکان داره این ترومبوز دا کنده بشن، امبولی بشن، برن تو ریه گیر بیفتن. What are the most characteristic sign of pulmonary embolism؟ نه، نشانه پولمیناری امبولیس چیه؟ دیسپینیا، هموپتیزیز، بلاد این گاست این اسپکتروم و چست پین. تموم شد.